سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای ساعت 6 هزار آورد با ملاله رحمانی خوش آمدید. سرخط خبرها: دست کم 25 کشته در درگیری میان شیعیان و سنی ها در پاکستان. مسدود شدن بخش نسایی ولادی شفاخانه شهدای بدخشان توسط ولسوال طالبان. اخراج 26 دانشجو به دلیل بازی فوتبال هنگام ادای نماز از دانشگاه بدخشان. بازداشت شدن رئیس امر به معروف طالبان در تخار به دلیل ستایش از احمدشاه مسعود. استرالیا میگوید که طالبان درگیر یک کمپین ظلم مداوم و برنامه‌ریزی شده است. و کشته شدن یک جنگجوی طالبان در درگیری با نظامیان پاکستانی. مشروع خبرها: در پی درگیری میان شیعیان و سنی ها در ایالت خیبر پختونخوای این کشور، دست کم 25 تن از دو طرف کشته شده است. اسوسییتد پرس روز پنج شنبه 26 سپتامبر گزارش داده که این درگیری ها در منطقه کرم رخ داده است. بر بنیاد گزارش، این درگیری ها شنبه هفته جاری آغاز و روز گذشته متوقف شده است. مقام های محلی گفتند که در جریان این درگیری ها ده ها تن دیگر نیز زخمی شده است. سیف علی، سخنگوی دولت محلی خیبر پختونخوا، افزوده که این رویداد در پی اختلافات بر سر زمین رخ داده است. علی تصریح کرده است که تلاش ها برای پایان نزاع میان شیعیان و سنی ها در این منطقه ادامه دارد. دو طرف روز گذشته چهار شنبه 25 سپتامبر روی آتش بس موافقت کردند. حدود 15% از جمعیت 240 میلیونی پاکستان با اکثریت سنی را شیعیان تشکیل می دهند. پیشتر باشندگان کرم شیعه مذهب هستند. منابع محلی در بدخشان می گویند که مولوی حبیب الله صارم، ولسوال طالبان برای ولسوالی شهدا و افراد تحت امرش، دکتران و کارمندان شفاخانه این ولسوالی را لت و کوب کردند. منابع روز پنج شنبه پنج میزان گفتند که بخش نسایی ولادی این شفاخانه با گذشت دو روز هنوز به روی بیماران بازگشایی نشده است. به گفته منابع ولسوال طالبان، پس از این که به خواست دکتران شفاخانه شهدا رسیدگی نتوانستند، آنان را لت و کوب و بخش نسایی ولادی این شفاخانه را مسدود کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، صارم خواستار برکناری وحیدالله، مدیر شفاخانه، دکتر هارون سرطبیب و دو دکتر زن از این شفاخانه شده است. منابع می افزایند که شماری از بیماران در اتاق عاجل بخش نسایی ولادی این شفاخانه بستری هستند، اما این مقام طالبان به افرادش مانع ورود دکتران زن به این بخش شدند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. منابع محلی در بدخشان میگویند که رئیس دانشگاه بدخشان 26 دانشجو را به دلیل بازی فوتبال هنگام نماز اخراج کرده است. منابع روز چهارشنبه چهارم میزان گفتند که این دانشجویان از خوابگاه و صنف‌های درسی دانشگاه اخراج شدند. بر بنیاد اطلاعات منابع، طالبان اسامی و تصاویر این دانشجویان را در دانشگاه نصب کرده و تذکر دادند که آنان دیگر نمی‌توانند وارد دانشگاه شوند. منابع افزودند که طالبان این دانشجویان را با لت و کوب و تحقیر از دانشگاه اخراج کرده است. طالبان محلی بدخشان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای را بر شهروندان کشور وضع کرده است. منابع در تخار به هزار آورد خبر دادند که حبیب الله حنفی، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان، توسط استخبارات این گروه بازداشت شده است. به گفته این منابع، آقای حنفی به دلیل ستایش از احمدشاه مسعود در مراسمی در دفتر والی تخار بازداشت شده است. حبیب الله حنفی، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز دوشنبه دوم میزان در مراسمی به نام هماهنگی ادارات که در سالن کنفرانس
کنفرانس های دفتر والی تخار برگزار شده بود سخنرانی کرد. یک نسخه از فایل صوتی سخنرانی آقای حنفی به دست هزار آورد رسیده است. آقای حنفی میگوید مسعود برای خودش هیچ چیز ذخیره نکرد. در افغانستان افراد بزرگ زیادی بودند، اما در میان آنها دو نفر شهرت نیک دارد. یکی احمد شای مسعود که هیچ چیزی از او باقی نماند با وجود اینکه چقدر قدرت و بزرگی داشت و تمام عواید و دارایی های کشور در دستش بود، و دیگری ملا محمد عمر آخوند. منابع مستقل تایید کردند که این مقام طالبان ساعتی پس از این اظهارات در روز چهارم میزان به دستور قاری عابد رئیس استخبارات طالبان در تخار بازداشت و زندانی شده است. وزیر امور خارجه استرالیا با انتقاد از رویکرد طالبان در برابر زنان و دختران افغان میگوید که این گروه درگیر یک کمپین ظلم مداوم و سیستماتیک است. وانگ این اظهارات را روز چهارشنبه چهارم میزان در حاشیه نشست مجمعی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرده است. وی به خبرنگاران گفته است طالبان تحقیر خود را نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران نشان دادند. بر اساس گزارش خبرنگاری فرانس پرس، استرالیا، آلمان، هلند و کانادا می‌خواهند استدلال کنند که افغانستان زیر سلطه طالبان کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را نقض کردند. این مقام استرالیایی خاطر نشان کرده است آنها، یعنی طالبان، درگیر یک کارزار ظلم مداوم و سیستماتیک شدند. و خبر اخیر این که منابع محلی در ننگرهار میگویند که در پی درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی یک جنگجوی این گروه کشته شده است. منابع روز پنجشنبه پنجم میزان گفتند که این درگیری ناوقت روز گذشته در منطقه انارگی ولسوالی گوشته در امتداد خط دیورن رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع یک جنگجوی طالبان به نام شهاب الدین که باشنده ولایت کنر بود از سوی نیروهای پاکستانی کشته شده است. هنوز دلیل این درگیری مشخص نشده است. به گفته این منابع این درگیری حدود نیم ساعت ادامه داشت. در مورد تلفات احتمالی نظامیان پاکستانی در این درگیری اطلاعی در دست نیست. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.